توی این ویدیو کلی گیمپلی وارزو موبایل بهتون نشون میدم که لو رفته و گیمپلی های جدیدی هم هست، از اونهایی نیست که دیدو دو اینا، همین گیمپلی هایی که دارید میبینید یه جزی از اون گیمپلی هایی که میخوام توی این ویدیو بهتون نشون میدم. حتما ویدیو تا آخر نگاه کن. سلام بچه ها، چطور میتونم مثلا دیستم خوش مدید به ویدیو جدید یا توی این ویدیو بالاخره اومدیم دوباره در مورد وارزو موبایل یه سری گیمپلی ها و چیزهایی که در موردش لو رفته رو بهتون کامل توضیح میدم. چند تا گیمپلی ازش میبینیم که در مورد مپ و گان ها و ایناش که چقدر شبیه به وارزون و قرار چطوری باشه رو بهتون کامل نشون میدم و یه سریاتون توی ویدیو قبلی گفتید این چرا اینطوریه، گرافیکی چرا انقدر مزخرفه، این چیه، اصلا کال اف دیوتی موبایل خودمون خیلی از این بهتره، وارزون موبایل که میگفتن اینه. نه اشتباه نکنید بچه ها، قضیه به اینجا و به این کیفیت ختم نمیشه و در موردش بهتون میگم که چرا الان کیفیت این بازی اینطوریه و واقعا چیز خیلی خفنی قرار بشه وارزون موبایل. یعنی اینطوری نبینیدش، اینی که دارید میبینید نسخه آلفاس ستونم، یعنی هنوز کلن 3 ماه دارن اینو میسید، تو 3 ماه اینو ساختن. حالا خلاصه این از این، قبل از اینکه ویدیو شروع کنیم حتما ویدیو لایک کن، چنل سابسکرایب کن، زنگ سابسکرایب هم روشن کن و دیگه بیش از این صحبت نکنیم. چنل دورم حتما سابسکرایب کن، لینکش توی دیسکریپشن و زیر کامنت ها گذاشتم، توی کامنت اول گذاشتم براتون، حتما اونجا هم یه ساب ریز بزنید و حتما چنل پاپا جو رو سابسکرایب کنید، لینک چنلش توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. و این ویدیو مال چنل پاپا جو که کلا در مورد کال اف دیوتی موبایل و اخبار کال اف دیوتی موبایل صحبت میکنه و دیگه بیش از این صحبت نکنیم، برو بریم سراغ خبرها و گیمپلی های امروز از وارزون موبایل. لتس گو. خب بچه ها قضیه چیه، برو بریم که بهتون بگم. بچه ها یه سری خبرها از اورا پروژیکت نیو اومده بیرون که خیلی خبرهای خفنی، اما قبلش در مورد همین که بهتون گفتم شما توی کامنت نوشتید که چرا کیفیت وارزون موبایل انقدر پایینه و از کال آف دیوتی موبایل پایین تره، ما اصلا پلی نمیدیم، ما همون کال آف موبایل خودمون رو پلی میدیم. بچه ها اول از همه بهتون میگم این نسخه آلفا و این گیمپلی هایی که لو رفته که قرار نبود هیچ کس این گیمپلی ها رو ببینه، 3 ماه توی 3 ماه ساخته شده، نسخه اصلی 1 سال دیگه میاد، یعنی حدود 8 ماه تا 9 ماه دیگه میاد نسخه اصلی و خیلی مونده که گرافیکش رو دارن بهتر میکنن، سبک بازی رو بهتر میکنن و اینی که دارید میبینید فقط نسخه اولیشه. مثل چی بهتون میگم، مثل حالات جلد وارزون موبایل میمونه که فقط یه پوششه و بیسشه، یعنی بیس کاره و توی این نسخه آلفا اومده فقط بگه که آیا از شما از سبک بازی راضی هستید یا نه، نگفته که از گرافیک راضی هستید یا نه، فقط اومده گفته که از سبک بازی، گانها، نوع انیمیشن ها، از اینا راضی هستید که ما گرافیک خفن ترشو بسازیم، نه مثلا گرافیک خفنشو بسازیم شما از سبک بازی خوشتون نیاد و بازی نکنید، ما این همین هزینه کردیم و اینا، یعنی اینطوریه، نمیان ریسک کنن که اول گرافیکشو درست کنن بعد بیان بیس بازی رو اوکی کنن، نه هیچ وقت هیچ شرکتی همچین کاری نمیکنه. الان ایپیکس لجندز موبایل خیلی کیفیتش بالاست ولی نسخه آلفاش اومد همه میگفتن این چیه، ولی در صورتی که اون نسخه آلفاه، یعنی نسخه اولیه است و اصلا نباید انتظاری از اون نسخه اولیه داشته باشی. و نگاه کنین نسخه آلفا 4 گیگ حجم داشت ولی نسخه اصلی که قرار بیاد کمتر از 9 گیگ نیست، یعنی 2 برابر حجم نسخه آلفا. و حتی نسخه لایت که برای گوشی های ضعیف هم هست همچین گرافیکی نداره، یعنی گرافیکش خیلی بالاتر از این حرف هست. پس از این لحاظ گرافیک خیالتون راحت باشه و اصلا این اول کاره. خب این از این. دومن بچه ها گان هایی که اوایل به بازی میان یه خورده کمن، حدود 20 گان هن که کم کم به مرور اضافه میشه و این چیز خیلی طبیعیه که گان های خیلی محبوبی هم هستن توی وارزون، همین گان هایی که الان شما دارید میبینید MP5 A-Max، دوباره بهتون میگم XM4 که خیلی خفنن، RPG گان های خفن وارزون، یعنی اون گان هایی که تاپن و همه ازش استفاده میکنن قرار بیاد، یعنی سیزن اول قرار این گان ها بیاد که فکر کنم کلن رو هم دیگه بشه 30 تا گان و تجهیزات با نایف و حالا سپر و اینا. یه خبر خوبم بهتون بدم، سپر هم داریم و میتونی توی لوگوت سپر بذاری و کثیف بازی در بیاری و یه سریاتون هم یه نفر یا 2 نفر بودن توی ویدیو قبلی گفتن
خدا کنه که شاتگانو ور ندارن توی کال آف دیوتی وارزون موبایل که 100% ورش نمیدارن، ولی به خوبی کال آف دیوتی موبایل نمیتونی باش بزنی، یعنی مثلا اچ اس بیاری بیای وان شات کنی باهاش، چون توی وارزون خود وارزون این یه قانونه که اس ام جی خیلی بیشتر از شاتگانا طرفدار دارن و خیلی بیشتر میتونی باش خوب پلی بدی و خیلی ها از اس ام جی استفاده میکنن و اصلا شاتگان نمیکشن، مگه اون نوبای سگ بیان مثلا جک 12 بکشن که 1-2 کیلو بگیرن، ولی باز با همونم اس ام جی خیلی طرفدار بیشتر و خفن تر و میتونی باش بیشتر کیل بگیری. پس اینجا قضیه با کال آف دیوتی موبایل فرق میکنه، ولی اسنایپراش دقیقاً مثل اسنایپرای خود وارزون تو هد وان شات میکنه، خیلی خفنه و میتونی با اسنایپ زدن اصلا صفا کنی، اصلا شاتگان میخوای چیکار با اسنایپ بزن اصلا جر بده، خیلی خفن اسنایپ توی وارزون موبایل و این یه خبر خوبه که تو هد وان شات مثل کال آف دیوتی موبایل نیست که اصلا نصفی از تیرا نخوره. و در مورد ریجستر شدن تیرها یه موضوعی اضافه کرده اکتیویژن به وارزون موبایل به اسم پکت لاست. وقتی شما میرفتی توی کال آف دیوتی موبایل پینگت 50 بود 60 بود، ولی قشنگ متوجه میشدی که تیرات نمیخوره، ولی پینگت پایینه ولی تیرات نمیخوره. چرا؟ تو توی اون قسمت پکت لاستت بالا بوده. حالا این پکت لاست چیه؟ پکت لاست به صورت درصدی نمایش داده میشه که توی وارزون هستش، توی وارزون پی سی هستش، که اگه این درصد یعنی این پکت لاست حتی 1% بره بالا تیرای تو ریجستر نمیشه، یعنی خیلی کم ریجستر میشه. و این موضوع رو اضافه کرده اکتیویژن که اون گوشه بهتون نشون میده که الان شما دقیقاً پکت لاست چنده. وقتی پکت لاست خودتو بدونی میدونی که الان تیرات ریجستر نمیشه یا میشه، ولی توی کال آف دیوتی موبایل چیزی به اسم پکت لاست بهمون نمایش نمیداد. با اینکه پینگمون خیلی خفن بود، پینگمون 50 بود، ولی پکت لاست داشتیم تیرامون ریجستر نمیشد. و این پکت لاست برای اونایی که حتی پینگ 20 پینگ 10 اینجور پینگا رو داشتن بازم بود، چون سرورای کال آف دیوتی موبایل آشغال بود و شلوغ، سرورها شلوغ بود و آشغال و تیرا ریجستر نمیشه، ولی تو وارزون اینطوری نیست و قضیه کاملا فرق میکنه. و این از ویدیو امروز، اما اگر لذت برده باشید خیلی خیلی عشق کرده باشید، ویدیو رو حتما حتما لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله سابسکرایب هم روشن کنید. این از ویدیو امروز که کلا در مورد همه چی براتون صحبت کردم و یه چیزی رو جان انداختیم خدا رو شکر، و ویدیو رو حتما حتما لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید و توی چنل 2 قراره کلی ویدیو خفن بذاریم بعد امتحانات. امتحانات من خود من یه هفته دیگه مونده تا 23 امتحان دارم. این امتحانات از شرش خلاص شیم دیگه میچسبیم به بازی و یوتیوب و اینجور چیزا، و چنل 2 هم فعالیت میکنیم، این چنل هم فعالیت میکنیم، کلا میخوایم فعالیت کنیم و بهتر کنیم. و دیگه من بیش از این صحبت نکنم، واقعا فکرم در گرفت. فقط شروبری که نه، واقعا این اخباری که بهتون گفتم چیزای مهمی بود و خلاصه خیالتون رو راحت کردم در مورد گرافیک و اینا، و خیالتون هم راحت باشه. ویدیو رو حتما لایک کنید، چند تا هم سابسکرایب کنید. 10 بار گفتم تا ویدیو بعدی، ویدیو گود بعدی، بوس کلاتون و خدا نگهدار.